به خاطر تبریکی میریم، به خاطر مبارک گفتن. نه والا مشتری ها بسیار بعضا هم مکرد و آخر مجبور شده امکان بده. میگم دیگر نمیگم بخاطر مارکتینگش خراب میشه. یکی درد است، یکی سوزش. این سوزش داشت یا درد؟ نه تا درد سوزش نداره، بسیار کم اسم میگیم. گل بخاطر آوردیم که ما وزیر باجه شدیم. قد میگم، لب میگم، موی میگم، همه زیبایی میگم. من 3 شومیش از کابل آمدیم، خدا میفهمه که من چه درده میگم. زن دید که با این دندان ها اینقدر جذاب شده شوهرش، گو ولی من ایشوی از دست میتونم ایر تشویق نکنین، سر خدا جور نکنم. You are so beautiful. Thank you. Thank you. واقعا باورم کردن. این زیبایی مویایتان خیلی جادویی هم اینجاست. بله. بگی دیگر که باز کشتت پسینه میشه مثل ماوره خراب میشه. چه کاکولایی بزنین؟ پنیر پگا، ماست پگا، از چیزا استفاده کردیم. این صادرات ایران است. اگر شما شکایت از اینجا داریم لطفا کامنت بکنیم برام. تا اگر کار درست نکردن دیگر آب باز نبینیم اینجا. بنام یاد خدا بیننده های عزیز، سلام، مانده نباشین و خسته نباشین، باش که گلا تر نشوه. آرزومند هستم خوب باشین، در کانون گرم خانواده لباس عافیت بر تن داشته باشین. من در استانبول ترکیه هستم هنوزم. امروز قرار است که بریم بخیر با این دسته گل به کجا؟ میفهمین؟ به خاطر تبریکی میریم، به خاطر مبارک گفتن به یک کار نیک، به یک دستاورد نیک برای یکی از افغانا. به این دلیل با این دسته گل میخوایم برم و من گفتم لازم دیدم که اینمی رسم که از دیر زمان بین تعداد زیاد کسایی که در کشورهای مختلف زندگی میکنن وجود داره، رسمی که یک کس از یک جای فارغ میشه، یک کس یک دستاورد را از آن خود میکنه، دوستا و کسایی که صمیمیت دارن امرایش و ارج گذاری میکنن به پیشرفتش، باز با یک دسته گل یا یک بر گل یا یک تحفه میرن و چی میکنن؟ اینا را استقبال میکنن از امید دستاوردشان. ما اومدیم اینجا. اوه چه شمال است. ابرای ما یه این طرف اسد جلالی هم هست. مانده نباشین، از کابل تازه دیروز آمدن. خوب است افغان سیم چیست؟ تشکر. من کارم بسیار عجب. بریم راستی پیش بریم هیچ. ما این وقت خدا نمیفهم. از یک طرف شمال است، از یک طرف باران است. دیگه گپا رو میداشته باشیم. چقدر وقت شما افغانستان ماندین؟ ما تقریبا یک دو نیم مود افغانستان ماندیم این بار. ام دفعه نمیرفت شلا شدم گفتم بیا که بریم. رفت ام دفعه دو نیم ماه ماند. مزه داد؟ بسیار زیاد بود. مزه دار بود. خوش گذشت. ما دارا را دیدیم بسیار زیاد خوش گذشت. اگر نه مجبوریت نمی بود، مشتریات نمی بود، نمی اومدی. نه والا مشتری ها بسیار بعضا هم مکرد و آخر مجبور شدیم کام بدیم. از زندگه یک نفر دیگه هم داریم در ایجا. ابرایشان السلام علیکم. سهد شما خوب خیریت؟ همین تخالص تکانی شوقه جالب نمی آید دیگه باز که فلانی صاحب فلانی صاحب صحیح دیگه راستان زرست دیگه بود. کنشکا جان ویگم دیگر نمیگم بخاطر مارکتینگش خراب میشه. این کدام کشور است که تایی نکده کونه نکده؟ این از اون کسایی است که یک دفعه مصاحبام داشته به خانه شاد رفته بوده، اگر یادتان باشه دورای گذشته که آمده بوده به استانبول، از اون کسای اولین کسایی که به روسیه می رفتن اون زمان شوروی سابق، شوروی سابق به خاطر درس خواندن ای از اون آدم هاست. یو وقت قدیمی هم نیستم، نفرهای اول نیستم. من همیشه هم روی از این آدم که میای ترکیه می گردم میگم راز جوانی چی از ولیاد جدت بگو با ما دیگه که من فیلی در جوانی من کنه شده. والا راز جوانی که استرس آدم نداشته باشه، خدا خوش نگاه کنم. غم نداشته غم باشی؟ غم خواهد می باشد، یکان غم تو آدم
باید استرس نکنه زیاد. استرس نکنه. خب امروز آقای جلالیام از مشعل جانم کمری ما را کار میکنن و کنشکا جانم هستن کنار ما، دسته گل گرفتیم که بریم به خاطر تبریکی یک جایی. این خوی اگر رسم بوده سابق نی؟ درست. کار خوب است؟ اینا از دنمارک آمدن، اینا از افغانستان آمدن، من هم چند وقت بیشتر از افغانستان آمدم، شما شاهد هستین. گفتیم بیاین کمی رسم بریم بجا بکنیم. این که کجا میریم شما بیرنده ما باشه. تشکر. خوب است؟ بیاین بخیر که بریم. باشید. شاید بفهمند بین از پرسان بکنه. نه آقا بس چه گیدی جس آریانا شو واره دیش شویلده خبایون اصلان گچه بلرسیز 11 کتا تشکر ederiz sağ ol. بیایی بخیر. این هم اینجا است. السلام علیکم. شبانه رو شما در برنامه قبلی دیده بودین. خوشحال هستم که شما هستین اینجا. سلام، خوب هستین، بخیر آمدین. تشکر. وطن نرفتین؟ نه، هنوز نه. خب شبانه جان در اینجا کار میکنن؟ بله، اینجا کار میکنن. قبلا هم صحبت کرده بودیم، میشه کس فراموش شده باشه بر ما بگه چند سال شد؟ من تقریبا 1.5 سال میشه اینجا کار میکنم. 1.5 سال میشه ترجمانی فروش و کار مدیریت اینجا هستم. خب شما ترجمانی میکنین، یعنی ترکی میفهمین؟ بله ترکی میفهمین. فارسی میفهمین؟ بله. ترکمنی میفهمین؟ بله. ازبکی میفهمین؟ بله. 4 زبان؟ بله. یکی دیگه هم حتماً میفهمین؟ شاید. انگلیسی؟ بله. آفرین انگلیسی میفهمین. پشتو چطور؟ نه پشتو یاد ندارم. پشتو یاد ندارین. خب دفعه قبل که آمده بودم گفته بودی که لیسانس میخوانی نی؟ در کدام بخش بود؟ اقتصاد خلاص کرده بودم. یعنی اقتصاد خلاص کرده بودی. آل چی میکنی؟ آل مصروف کار هستم. کار هستین دیگه ادامه تحصیل نی؟ ماستری کامیاب شدم، تعجیل گرفتم آندم، یعنی شروع نکردم. خب چرا دیگه منتظر چی هستی؟ شروع کو. یک سال تعجیل گرفتی، یک سال پیش میشدی؟ نمیفهمم کار هست دگردش دیگه جای نمیشد از خاطر. خب بسیار خوب، بیا و بیدم نزدیکم، بیا من تنها نمان. میگن به پیر به خرابات من رو ما دیگه آمدیم، یک پیر باید باشه. خواهش میکنم کنشکا جان از دنمارک آمدن. خوش آمدین. باز گفتم بیاین. جلالی رو خوب میشناسین شما؟ بله دفعه قبلی هم آمده بودن. آمده بودن ها. باز شبانه جان همیجا کار میکنن. فامیل در افغانستان است نی؟ بله افغانستان. فامیل یک چیز اوج است، یک چیز ترکیه است، همونطور فکر کنم گفته بودین. باز اینا درس خواندن، فکر بکنین که یک دختر وقتی میای به تو یک کشور درس میکنه و هم لیسانس خود میگیره، این یک شهامت است. بله. برای یک تعداد شاید آسان باشه، اما از افغانستان و برآمدن و آمدن و لیسانس گرفتن در یک کشور بیگانه سخت است به نظر من. خب بس اینجا شرایط برشانه است. آه اینجا مساعد است همه چیز. شرایط نیست. امی اصل نفر کجاست؟ ما یک دره گل گرفتیم برشان، ادخل فراغتشان تبریکی بگیم. درست اسمه. اصلا خیبین که ما شما اینجا منتظر باشیم تا هنوز. اوه اوه اوه. السلام علیکم. خوش
خوش آمدید. سر شما چال دارین خوب هستین؟ انشاءالله. سلام علیکم. شما خوش آمدید. شما رویتون اوتره بگیرین. ما اینی گل آوردیم براتون. من اینجا زبانشان هم نمیفهمیدم. او کاکاگا که گفته مامجا از اونو گل بته، از اونو گل بته، از اونو گل بته. ای چند دونه رو با ما یک جایی کردن. اینو بگیرین. بسیار زیاد تشکر. زحمت کشیدین آمدین. سلامت باشین. ما او باری این گل بختر آوردیم که ما از این باجه شدیم. همه درسته. باری جان یک ماه یا دو ماه پیشتر فارغ شدن دوره قبلی ما و شما گزارش که ساختیم و نشر کردیم، شما هم کامنت های خوب داده بودین. یک بچه افغان از چنین کشور آمده به اینجا محصل شده و در یکی از پنتونا درس میخوانن. درس چی بود؟ هم گپا را بگو دیگه خودت. ما سال 2014 اینجا آمده بودیم، فقط سال 2017 دوره تحصیلی پنتون ما شروع شد. 2021 ختم پنتون بود، بازر ختم سال 2021 مسلک پیلوتی را آغاز کردیم و دو ماه قبل خلاص شد. بخیر. دو ماه پیش شما فارغ شدید از بخش پیلوتی. بله. حال شما میتونید یک تیاره را به آسمان بلند کنید. بله بله، مشکل نیست. صورت تیاره باز فرق میکنه یا رقم تیاره باشه؟ تیاره فرق میکنه. باید از هر تیاره که ما مثلا بر ما اجازهش داده میشه، ما باید از اون حتما از امتحاناتش تیر شده باشیم. یک وقت اضطراری معنی بله. که فقط یگانه راه میباشه که باید شما فرار بکنین. این مثلا اینجا یک گپ یک قضیه رخ میده و یک دونه موتر میگم تیاره چرخکی اونجا است، یک چرخبال نی بله. میتونید شما او رو پرواز بدین؟ اگر تیاره چیز باشه مشکل نیست، با بالایکی باشه. این هدف می است که خود تیاره چرخکی نمی باشه، او را ما چیزش نداریم. اما تیاره که مثلا با رنوی چیز می شه مشکل نیست. یعنی مثل رانندگی موتر نیست که شما می توانید یک موتر کلان هم رانندگی بکنین و خوردم؟ نه خیر، نه. هر تیاره از خود فرق میکنه. و مثلا شما اگر در یک شرکت کار میکنین و اونجا شما را می خواهید که بوینگ 737 در اونجا شما پیلوتش باشین، اونجا سالها هم کار کنین، 10 سال هم تجربه داشته باشین، وقتی که شما را تیاره تانه مدلش تغییر میده، باید شما تیاره نو درس چه باید بگیرین. یعنی یک کپتان هم که اگه شما باید باشین، کپتان یک تیاره خاص میباشین. اما از همه مهمتری که یک پیلوت آمده در بخش کاشت موی خدمت میکنه برای شما. بله، تنها کاشت مو نیست، ما اینجا که کلینیک ساختیم که تمام افغانای ما که در اروپا و امریکا میباشن وقتی که اینجا میان و همراهشان همکاری میکنیم. ما استپ با استپ به حساب عامیانه، اول کاشت مو بود، فعلا بخیر اجازه کلینیک دندان هم گرفتیم که تا یک هفته دو هفته دیگه بخیر. بله، شما یعنی پس از این میتونین که در بخش دندان هم فعالیت داشته باشه؟ بله بله، ما منتظر اجازه از وزارت صحت بودیم که وام اجازه دادن، بعد از این بخیر وام میشه. پس کسایی که نیاز دارن در بخش دندان به یک دکتر خوب که زبانش رو بفهمن، خصوصا افغانا، ایرانیا، تاجیکستانیا، چون هم زبان هستیم، زبان یکی دیگر خوب میتونیم بفهمیم. در بخش دندان موی؟ بله، در بخش دندان و موی فعلا اجازه کاری از وزارت صحت ما گرفتیم و اینجا انجام داده میتونیم. اولین کاری که میکنین دندان مرا پر بکنین. ما ببینم باش. که درست از کارتان یا نه، اگر خوب بود باز ادامه میتیم. حتما حتما، چرا نه. ما خودم دکتر دندان نیستم، یا یک نفری که دیروز فارغ شده باشه او را نمیریم. آرسه می دکتر دندان کی است؟ چطور است؟ از نزدیکای ما میباشن، تجربه بسیار زیاد دارن. خب از جمع خانواده است؟ بله بله، از خانواده میشن. خب از خود ماست؟ از خود ماست، از خود ماست. خب بسیار خوب. پس شبانه جان نزدیک بینی، شما می رفتین دکتر دندان می شدین یا در بخش کاشت موی رفتین اقتصاد خواندین؟ یعنی چی؟ یعنی فعلا کار میکنم، نظر به رشته ایم نیست، اما اقتصاد علاقه داشتم که اقتصاد بخوانم. فعلا هم که ماستری کامیاب شدم، بخش تجارت است. باز اینجا در بخش مدیریتش کار میکنم، ترجمانه مدیریت. خب اینم یام تقریبا به مرشته تان نزدیکی داره. در بخش پروشش کار میکنم، یعنی مسئولیت چه دارم دیگه. خب بسیار خب، شما بشینین اما جای که من یکم یک همراهی از یک قسم میکنم. خلاص، من میخواستم که بیایم، بر من دوستا گفتن که باری جان حدود یک ماه دو ماه پیشتر فارغ شدن در جایی که درس میخوادن در بخش پیلوتی. باز من خب یک رسم است دیگه، باید بریم یک تبریکی بگویم. باز اینی گلک گرفتیم. سلامت، بسیار تشکر. بسیار چگه کسی یک رقم
کنم. گلساز البته عمق خلاقیت داشت، مشکل از ما نیست، از گلساز است. تشکر امی که فکرش هم کرده بودین، امی هم کفایت نکنه، امی که آمدین یام کفایت نکنه. سلامت باشین شما. خواهش میکنم. هیچ پیادر ما اون نفر نیست که دفعه موی نداشت؟ بله، اون دفعه که آمده بودن به خاطر کاشت مو آمده بودن. این دفعه هم بعد از 6 ماه از آمدن شما میگذره. السلام علیکم. علیکم سلام. ای والله مرحبا. سلام علیکم. اون دفعه که ما دیده بودم موی نداشتی. Daha önceki geldiklerinde sizin saçınız yoktu. Evet, evet yoktu. Magram öyle çok cavan şudik, kokaş şudik rakam. Daha delikanlı, daha genç duruyorsunuz. Teşekkür ederim, sağ olasın. O zaman eğer 45 ساله بودی، حالا بگو 32 ساله شدی. Daha önceki yaşınız 45 gösteriyordu, şimdi 32'ye. Teşekkür ederim. Arusi kadın, hanım da var. Evli misiniz? Evliyim. Bala. İki çocuk da var. Dört tefelleren. Değil ya, kuravaj neyiz? Dört o seta bir giren. Burada evlenmek ikinci, üçüncü diye bir şey yok zaten. Var mı bir planınız öyle bir şey? Ne, ikinci mi? Evet. Yok öyle bir şey. Deslam seto. Birine bakamayız ki nasıl bakacağız? Ne, deslam seto zan bayat bir giri bugu. Tu ak dori mi tane bir giri degam? İslam'a göre, şeriyete göre 3-4 fark etmez. Tamam, aklımda olsun, ben onu düşüneceğim. Ne kadar fikrime boşa var, da barış fikir meykanı var. Çünkü cavan şu diyeyim, yalı vakçın. Ben onu cebime koydum. Fikrime de cebi kutmadım, atman da barış fikir meykanı meykanı. Ko. Bazen tebrik boşa müyayet. Teşekkür ederim, sağ olun. Eyvallah. Bu farmayın bir şeyin şuma. Eyni valla kartın netice de 6 mu yadam sahip mu işte. Ya fiilen emrosam ben bahatır dediğin kadar şuma mı davudan? Kim samimiyeti ki az bale. Bu bar numar dide budan atman. Bale. Ve hem bahatır takviyeti mu işe namadan. Adresimiz burası. Adresimiz orası. Saç için. چی میگن؟ میگه آدرسم آریانا میباشه بخاطر کاشتمو و تخویتمو. خب یعنی بر مردم میگه اگر شما میخواین که موی خوب داشته باشین به کلینیک آریانا مراجعه کنید. بله بله. واقعی استانبول. کسی بله خب نتیجه شما میبینین دیگه. بسیار خوب، تشکر. ای دکتر قبلا بودن؟ یا فعلا برای امروز عملیات یا میداشته باشن. خب. بله بخاطر از امروز حاضر یا هستن. نوشون چی هست؟ بیرون سیز گیرین. سوالات تک تک. خوش ممی تونستم زبان از یاره بفهمم، خودم گپ بزنم امرایشان، اما سخت است. کشکی دیو دلنیزی بیسیدم دیو. من هنی کندم بیره بیر رپورتاج یابسایدم. کشکی. بیزه چوک استردیک صحبت اتمی. کلینیمیز حقیقی بیلگی ورمی. هاستالارمیزا بیره بیر کنوشمی. بیزه چوک استردیک. از همه گپ هم میگذاریم. امی که بگو خودت دک تیمی که فورس زبانا صفاناس کار میکنی. چقدر خوشایند است نیست یا مقصد از مجبوریت می کار میکنید؟ دیوارلار که شو ان bizimle yaptığınız yani yabancı bir firmayla çalıştığınızdan hani memnun musunuz yoksa hani iş gereği mi geliyorsunuz yoksa memnuniyetten mi geliyorsunuz? Onu... Ariana'da olmaktan çok mutluyuz. Hastalarımızla ve patronumuzla çok iyi anlaşıyoruz. Onların bize sağladığı olanaklardan çok memnunuz. آفرین. هم از ما خوش هستن و هم از مریضایی که میان خوش می باشن. او هم یک چیز بسیار مهم است برای کسایی که کار میکنن. بسیار مریض از کشورهای دیگه هم می باشه که میان، اما از هر کس با جان یکی جوش چیز... فرق میکنه. بله بله، صمیمیتشان بیشتر و خوبتر می باشه، اما قدری که یا کار میکنن او می فهمن و نظر به او اخلاق خودشان می دن. تشکر داریم. من تشکر دارم. ایوالله. ایوالله. تشکر، بریم پیش بریم. اینو میتونم گپ بزنم؟ بله بله بفهمم. خب بیاین که ترجمانی بکنین. فارسی. میرا شما فارسی گپ میزنید؟ بله. او اینا رو شد کار ما. شما استاد میشین یا ما بشینم؟ البته. من بختر خود نگفتم استاد شوین، بختر شما گفتم. خیلی عالی. میفهمین چرا؟ بله. چون بیننده ببینن که قد قامت درست میفهمید. همه چیز میگم من. ما یک آهنگ داریم از جای شریف است، اما جای شریف یک هنرمند خوب افغان است، میگه قد میگه ما دیگه چی است؟ قد میگه ما، لب میگه ما، موی میگه ما، همه زیبایی میگه ما. کمون دوتا رو شما دارین؟ ممنونم، لطف دارید. خیلی خواهش میکنم. اهل چی میگن؟ باشنده اصلی ایران هستید؟ بله، ایرانی هستیم. ایرانی؟ بله. با افغان ها سر کار دارین؟ بله، از دوستان افغان داشتیم قبلا و الانم که اومدیم اینجا با آقای دکتر آشنا شدیم، از کارشون خیلی خیلی راضی بودیم و تشکر میکنیم از این تلاششون که قبل از هر چیزی افتخاری شدن برای کشور خودشون. برای همه ما فارسی زبان هستیم، برای ما هم افتخار هستن. ما یک مرز مشترک داریم، فارسی زبان. بله درست میفرمایید. اگر به گذشته ها بریم،
مرزی هم وجود نداشت. صحیح. اگر به زمان خراسان برگردیم مرزی هم وجود نبود. خب پس آن آمدن امو چند استعمارگر مرزا خطکشی کردن بالاخره جدایی با وجود آمد. بازم مرزا فکر نکنم بتونه باعث جدایی مهر و محبت ما از هم بشه. آفرین. نام شما؟ من نازی هستم. نازی؟ واقعا نازم هست. لطف داری. متشکر هستم. ممنونم. و شما؟ راجب چی باید بگم؟ خودتون معرفی بکنین اول کی هستی؟ من اسمم پگاه، اینجا دانشجو هم و از خب پگاه پگاه ما منم میفهم به ایرانی ها چی منا میکنن پگاه را ما پگاه و بگاه میگفتیم اما طور نبود پگاه یعنی صبح آره دقیقا معنیش هم معنی صبح رو میده یک گرگومیش هست یه حالتی که ساعت 4 و صبح 5 صبح یا اونه پگاه معنیش میشه پگاه در این اواخر ما متوجه شدیم که ایرانی ها زیادتر تلاش میکنن که اسمای فارسی را دوباره زنده بکنن اسمای فارسی را چون که بالاخره فارسی زبون هستیم و باید بیشتر از زبونمون رو سعی کنیم زنده نگه داریم و اجازه ندیم که زبونمون از یاد بره واسه همین در گذشته زیاد گذشته هم نی زیاد کوشش میشد که از اسمای عربی استفاده بکنن الان هم یکم هست ولی بازم مردم دارم سعی میکنن که زبونش رو از یاد نبرن و واسه همین بیشتر از اسمای فارسی استفاده کنن و این کار ای افتخار ایران دارم مثلا ما با ایرانی هایی که روبرو شدیم گفتن که مهرسانا بله. نامیز او رو ماندنا ماندانا و همه قسم اسمای دیگه هم بودن شما مسئله هستین اینجا دانشجو هستین؟ بله من اینجا دانشجو هستم از خانه و خانواده دور هستین؟ بله متاسفانه خب آماده این که سرتان موهای سرتان قوی بسازین؟ 100% پی آر پی؟ بله پی آر پی میکنین؟ بله یکی از دخترهای دیگه هم یک دفعه آمده بود اینجا اسمش ها فراموشم شد اونا هم ایرانی بودن یک قدر موهای مقبول داشتن من گفتم شما چی کردین؟ گفت چند دفعه است من میایم پی آر پی میکنم من گفتم اگر با پی آر پی کردن یک قدر موی جذاب میشه خب من شب و روز میخوابم اینجا ما هم دیگه از دوستان از آشنایان شنیدیم یعنی واقعا اگه تعریف و تمجید اونا نبود فکر نکنم چون ما مثلا نمیتونیم همینجوری ساده اعتماد کنیم هر جایی بریم چون متاسفانه امروز کلینیک ها تعدادشون خیلی زیاده و همه میتونن بگن آره ما کلینیک داریم دکتریم ولی اصل کار اونجایی که ببینیم کجا کیفیت داره کجا میتونیم اون چیزی که مد نظرمون رو به دست بیاریم که با توجه به کار آقای دکتر که دیدیم و تلاشاشون اینجا رو انتخاب کردیم علاقمند شدین که بیاین بله به اینجا اعتماد کردیم واقعا ما با اینا صحبت بکنم اما بعد از یک وقفه میایم شما یک شعر فارسی بر ما بخونید نمیگم دکلمه بکنین فقط بخونین ساده اگه بتونیم انشاءالله وقت میتیم براتون پیدا بکنین خیلی عالی من در خدمتم سلامت باشین خب میریم پیش بفرمایید ما دیدین که اول خون گرفت از دستشان؟ بله خون ازشان گرفته میشه بعد از او با مواد پی آر پی گرد شده دوباره پس با مواد پی آر پی مکس میشه؟ با سرشان دوباره پس انجکت میشه
چند پیچ کاری را زدن در سرشان؟ نظر به ضرورت می باشه دیگه 7-8 بسیار با سوزن خورد. پرسند کردین چند دانه بود؟ کاش تانه اینه یابتردیک؟ 12 تانه 12 تانه بله بله. شما پس از داخل شدن پیچکاری ها به سرتان چه احساس دارید؟ درد مر چیزی داشت؟ بسیار کم دو. یکی درد است یکی سوزش. این سوزش داشت یا درد؟ نه درد سوزش نداره بسیار کم اسم میگنی خلاص. چون من بار دوم و سازه خاطر که دفعه اول چی یافتی؟ کدام فایده کرد؟ یکم این سخت کرد دیار. نه دفعه اول که شما پی‌آر‌پی کردین همیشه پی‌آر‌پی کردین بسیار چی فایده کرد؟ این موی بسیار ضعیف بود حالا کمی خوب است. خب موی قوی شد خب بسیار رفت بود یا دیده بودن حالا موی برامده پس خود همجای خالیگاه بود حالا موی برامده بله بدون از اینکه موی کشت کنی با این پی‌آر‌پی قوت کرده بله جالب است یا دیده بودن یک شام شاید بهشون باشه خب بله تنها برای مردان خانوما بسیار زیاد استفاده میکنن خب بله به خاطر از اینکه خانوما نمیخواین موی کاشت کنن مویشان قطع شد و چسک شد به خاطر مستقیم با پی‌آر‌پی یک ذره وقت زیادتر میگیره اما امکانش هست من دکتر سیم که از سیویتن امروی ما بودم دورم ما بودم ما اینجا پی‌آر‌پی که بودن خب نتیجه گرفته بودم دیگه پرسانش نکدم وقصد گفتن خوب است بسیار خوب راستی از دکتر پرسان بکنین بگوین غیر از اینکه پی‌آر‌پی معیار قوت میته انرژی میته دیگه چی فایده داره؟ پرپنین ساش دشنده فایدلری هنه نلر واردر یوزه وسایره هنه هرنگی باشکی بیارده evet. Yapılır mı? Cilt yüzeyine yaptığımız zaman kırışık yüzeyde açılma yapıyor. Cilde canlılık veriyor, ölü hücreleri de canlandırıyor. Yani o yüzden cilde de dermapenle yedirip yapabiliyoruz. اگر در جلد استفاده کنین جلد اگر چنبلیکی داشته باشه دوباره او را تازه میکنه به خاطر کوجراتی که در زیر جلد به حساب آمده مرده میباشه و را دوباره پس زنده میسازه آفرین یکی به خودتان بسیار خوب خلیفه بودی نام خدا دوستایتان داخل میکدی و میکشی داخل میکدی و میکشیدی پیچکاری میکدی چقدر وقت نوش تجربه داری؟ شی سوریلر چوک هزدی یابدنیز چوک تجربه گزیکردنیز نه کدر سوریدر بونی یکوزم 10 sene yani ki 10 saat. Bari 10 saat. Bir de aynı şekilde yani iğne yaptığımız yerle beraber hani çok ovalayıp devam etmiyoruz özellikle. Hızlı hızlı yayılmasını sağlayıp bütün bir şekilde inmemiz gerekiyor. Yani aslında teknik açısından da biraz hızlı yapılması gerekiyor. Yukarıdan aşağıya doğru blok şeklinde yapıyoruz PRP'yi. در حساب تکنیکی شان باید بسیار زود انجام داده شوه و که در تمام سر برسه یعنی زیاد باید همزمان منتظر... برسه بله بله منتظر باید نمانند خود پی‌آر‌پی در داخل سر سوزنشه خب این حالا یک گپ دیگر جدا از این موضوعات این خانم میگه من 10 سال میشه کار میکنم و یک پوزیشن خوب هم داره دیگر این دکتر میشه یارو بگیم بله دکتر نه اسیستانت دکتر نباشه اسیستانت دکتر 10 سال میشه کار میکنم از این گپا من ایفان برای جان مناسب است یعنی از شوهرش که در آهید خودش شاید خوبتر باشه شای سوریا ایولی میسین از انجلیک دانو سوریا یس ایم مریت من پرسان کردم که چیز کردن یعنی عروسی خدا یعنی آید خودش از شوهرش که خوبتر است یعنی دیو که هنی بویشته کجان زن داره چوک کزانی آمسونز دیه سوریا نه خیلی نمیگن نیست از جاتر است بله خب یعنی کندی شرکت بار او یزدا و شرکت دارن شوهرشان و به خاطر و راهایشان بیشتر میباشن بگو به خاطر از اینکه این سوال کردم که در کشور ما خانم ها اجازه ندارن کار بکنن یعنی شما کار میکنین شما حتما دوش آدوش مردتان اگر مثلا 50% با کار میکنن یا 70% اونا درآمد دارن 30% شما درآمد دارین بسیار خانواده خوب و از نگاه اقتصادی خوب پیش میرین اما در کشور ما خانم ها اجازه ندارن کار بکنن به این خاطر پرسان کردم شی چین سوردوک بو سوری دیولار بیزیم اولکه ده کادنلارین چالیشمامسی وار بوردا مثلا کوجانیزین یانیزدا سیزدا یاردم ادیوسونوز ایوین وسایره هم کندی گلینیز وار سورومز او یوزدن او یوندان دی دیه شی یاپیلار اومارم اوردکی کادنلار ده بیزیم گیبی چالیشمایا دوام ادرلر میگن که ما آرزو میکنیم که یک روز خانمایی که در اونجا میباشن و هم به کار
یک روز رو بیارن بخیر. حیات چیف کشه استرمه کدونو زندگی را مگه به دو نفر پیش ببرن زندگی بیرون و داخل هر دیشن. اگه یک طرفش مرد گرفت یک طرفش زن بگیر. بله بله بله. هرچند یک تعداد زنا هنوز هم کار میکنن در افغانستان، خصوصا معلمایی که هستن یا کار میکنن یا حتی یک تعداد که در وزارتخانه ها کار میکردن آل در خانه هم هستن، بازم یک مقدار ماشون پرداخته میشه. بله. اما مثل گذشته و هم زنا کار نمیکنن، کمی آرزو را یک تعداد زنای افغانستان دارن. خدا کنه که بخیر این موضوعات از طرف دولت فعلی ما حل شود. خب موضوع سیاسی نمیشه، این صرف یک یادآوری بود. تشکر داریم. من تشکر دارم. ایوالله. بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چوزوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامن نهند آدمی. من فکر میکردم که این شعر در افغانستان کاربرد زیاد داره، اما نمیفهمیدم که ایرانی ها هم دوست دارن این شعر. بله، این شعر از استاد بزرگ سعدی هستش و سعدی شیرازی. بله، تو ادبیات مدارس تو اکثر کتابا برای شروع کتاب از این بیت شعر استفاده میکنه. شما ملاقه مندش هستید. بله، یک برنامه دیگه میگیریم، فقط دکلمه میکنیم، اشعار فارسی. راضی هستین؟ آماده هستین؟ همین الان؟ نه، یک روز دیگه. در خدمت. شاید یک هفته بعد، دو هفته بعد، یک ماه بعد، شش ماه بعد. ایرادی نداره، من در خدمت. سلامت باشین. و حال هم نوبت پگا. ما شما در افغانستان زیاد پنیر پگا، ماست پگا، از چیزا استفاده کردیم. این صادرات ایران است، اما خبر نداشتیم که از گیر پنیر و ماست پگا در افغانستان رهایی نداشتیم که در اینجا خود پگا گیر ما کرد. خب ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران، آینه نگاهت پیوند صبح و ساحل، لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران، بازا که در هوایت خاموشی جنونم، فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران. ای جوی بار جاری زین سایه برگ مگریز، کین گونه فرصت از کف دادند بیشماران. مانند پگا خواندین شما. پگا مانند پگا خواند. بسیار تشکر. خواهش میکنم. از شما هم تشکر میکنم. از نازی، از نازی جانم بسیار جا تشکر. اهل ایران هستند مگر فارسی صحبت میکنن، من راحت هستم که امرایشان بتونم گپ بزنم و تانستم هم گپ بزنم. وقت برادرای ناراضی دیگه ما میباشم باید نمیتونم گنگه میمانم یا مجبور میشم که یک ترجمان باشه که گپ مرا بر از اونا برسن و از اونا را بر من. میریم به طرف یک بخش دیگه گزارش کن. بازم خوش آمدین به یک بخش دیگه از گزارش ما. اما قسمی که من براتون گفتم داخل کلینیک هستیم که توسط یکی از جوانان افغان ساخته شده. این جوان در اصل در آسمان می باشمش، در آسمان به این معنا که پیلوت است. در گزارش های قبلی چند ماه پیشتر هم که آمده بودم براتون معرفی کرده بودمشان و بعدا هم خواد دیدین که ما یکان چیز آوردیم تصمیمشان می کنم، چون اینا تازه فارغ شدن از بخش پیلوتی در کشور ترکیه. مگر دو تا میمان داریم، یکیش از فرانسه آمده و یکیش هم از کانادا آمدن. مگر هم بیچاره همونتو تکه و پارچه هستن. سلام بر هر دویتان، بفرمایین بشینین. خوب است انشالله خیریت. ما شما دیدیم اگرچی. خوب است انشالله.
ما پایین که شما را اول دیدم پیش از اینکه چشمم به سرتان بیفته بازوایتان از دیدم. گفتم اول در پولی از اینکه من سوالای خودم می داشته باشم پرسان بکنم که من چطور میتونم بازوایم مثل شما بزرگ بسازم. خب ایره بعدن پرسان میکنم نامتان بگوین از کجا آمدین؟ به نام خداوند مهربان. زندگی زیباست، زیبا میگذرد. آنچه تقدیر من و دوست همان میگذرد. شریفی هستم از ولایت بغلان. دیگه یک مدت میشه که در فرانسه زندگی میکنم. یک مدت میشه؟ بله. من بارها با وطندارای بغلانی، تخاری و بدخشی که روبرو شدیم گفتیم به من اول یک شعر بخوانین یا دکلمه اگر میتونین خوبتر است، چون اینا هم یک طب شعری داره. پیش از اینکه من از شما بخوایم و خودتان خدا شو کردین گپ کسایی که انگلیسی میفهمن. خب شما گفتین فرانسه زندگی میکنین. بله. بعض اوقات ترکیه رفت آمد داشتین؟ ترکیه بار اول است که آمدیم. دفعه اول است؟ بله. و به خاطر از اینکه دوگاه مقبول شوین؟ نه گپ نیست، به خاطر دیدن پدر مادر خود آمدیم. خب فامیل اینجا هست؟ پدر مادر؟ بله پدر مادر اینجا. چند سال بعد میبینین پدر مادر؟ تقریبا بعد از 8 سال بعد. 8 سال؟ شما خودقدر دور نیستین؟ چون نسبت مشکلات تاک انسان وقتی که در اروپا میاد تا که قبول میشی و تر ملاین میکنی و میخواد یک مدت در برگرفت از او خاطر. خب خانواده، خانواده خودتون جز؟ بله. یا نو صاحب خانواده نشده؟ نه ما خود در یک کشتی سوار هستیم. خب چطور یافتنی کلینیکا؟ چون پدرمشون چه زندگی میکردن از او خاطر دیگه حاجی صاحب دیگه رفیق خاندش از او خاطر بیدر خانده است؟ بیدر خاندشان است. از کاردارترها راضی هستیم؟ بله چون ازادم. من پیشترم براتون گفتم دو سال قبل از اینکه ما ثبت خود شروع بکنیم شما اینجا بین مشعل جان که دو سال تصویر ما را خوب داشته باشن، به بعض جاهایی که ما میریم یا بعض دوستایی که میاین از کشورهای مختلف در ترکیه برای کاشتن موی سر جانه میبینی خون خون بار تکه و پارچه، مگرم شما را دیدم فقط بگی که یک حک شاندین دانه 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 در وقت که غرس هم میکدم و پیازای موی تکلیف دیدین یا نی؟ نه نه همین پیار پی اول که میشه هم یکم اکه سوزش داره باز بعد از کرخت میشه باز. بعد از کرخت میشه؟ بعد از میشه. بله. چند ساعت در بر گرفت؟ تقریبا ساعت 10 بجه ما رفت یک پیار پی کردش انستزی و مومی دادش همین سره. بله. دیگه بعد از یک ساعت و 20 دقیقه تفریح شد تا نان خوردیم غذا خوردیم باز بعد از او باز از ساعت 1:30 بجه تا این چند لحظه پیشتر تمام شد. تمام شد؟ بله. حال سرتان قرخت هست؟ قرخت هست. بله قرخت هست. است ندارین؟ است کمک کمک زیاد. خیر امشب یک کمک شاید مشکل اون باید متوجه میشه باشه که باید سر دست نزد اگر نه تمام زحمات هیچ میشه. چرا نه. خب تشکر، من از شما دیگه سوالم خاط داشتم اما باش که بیادر مخفه نشد. بخیر باشید. چرا ما معذرت میخوایم که دفعه دوم طرف شما اومدم. خواهش میکنم. از چند نگاه طرف از اینا رفتم، یک خود دست راستم بودن. خب یک بازوایشون خدا بسر کلام کلام رسیدم توجه مرا جلب ساخت. خب جنبره بکشم. نه قبول است. شما بگید نامتون چی است از کجا اومده اید؟ اسمم مام شفیق باول تخلص میکنم. مام خوشبختانه امروز این دوست خدا وطندار ما را معرفی شدیم کردیم از یک شعار بودیم. وقتی که معرفی شدیم پدر جانش همه فامیلشان داشت. شما بغلان هستید؟ من بغلان هستم. آفرین. تو بغلان تصادف همینجا یک جای سر خوردیم. صحبت کردین آشنا برآمدین؟ چهره برادرشان بود. خب خب. وقتی که یاد کردم گفتم که از کجا هستین؟ معرفی کردن خدا مرحوم زبی جان رو میشناسی برادرشان بود. دیگه خوشبختانه اینجا باز دید و دید ما شد. بالاخره معرفی شدین؟ بله بله. خب بسیار خب شما گفتین از کجا آمدین؟ ما از شهر تورنتو کانادا. چند سال زندگی میکنین اونجا؟ 13 سال است. 13 سال است. بله بله. چقدر وقت از افغانستان نرفتین؟ از افغانستان 2 سال پیش بعد از سقوط یک بار رفتم برای 10 روز. خب خیلی قدر دلتان نارام نیست؟ نه خیر یک بار وطن دیدیم. من 3 شومیش از کابل آمدیم خدا میفهمه که من چه درد میکشم. اینا امی دوستایی که اینا فیلم ها میگیرن کلگی شاهد هستن مثل از این که من یا غذا نخوردیم یا یک چیز را گم کردیم. باز من ایران به این میشم که شما مردمی که سالهای سال است رفتین اینا از شما گفتین چند سال شدن؟ تقریبا 8 سال میشه. 8 سال میشه. 8 سال از اینا میشه رفتن. چطور شما تانستین که طاقت بکنین تحمل بکنین؟ والا درد وطن درد گم کردن مادر است واقعا درد
بسیار سخت است، اما مجبوریت میکشان آدم. باز ما شکل آساوری شده، کسایی که از ما قبلا رفتن اونا که میگن که 30 سال اونجا هستن، 35 سال هستن، باز ما میگن ما نو هستیم. خب بسیار خب، این کلینیک چطور یافتین؟ کلینیک دیگه دمی سوشال میدیا دیدیم، یکی دوبار انجینیر صاحب که دیدیم اعتماد کردیم، همی که گفتن کلینیک ساخته ما. حالا که آمدن چطور یافتین؟ درست رسیدگی میشه نمیشه؟ خیر بینن انجینیر صاحب واقعیت بسیار کلینیک منظم، دکترای مجرب دیگه اینجا آماده ساختن، همه چیز امکانات هست، بسیار رایم پروسیجر امروز خوب گذشت. قابل قناعت شما بود؟ بله بله. من به خاطر اردفی که من میایم استانبول، همین جایی که من گزارش تهیه کردیم، باز یک دفعه میرم پرسان میکنم که وضعیت شما چطور است، خصوصا همین کسایی که مشتری یا مریضشان میایه، از اونا پرسان میکنم که بدره می رسیدگی میشه نمیشه. من خب میایم در اینجا میگم مدقل معرفیشان میسازم، کتور نشه که با سوار و زینا یک اما ارزی خدمات خوب نداشته باشن، باز مردم سر ما انتقاد بکنن، سر از اونا انتقاد بکنن. به این دلیل شما بالاخره قناعت دارین؟ بله، من اصلا تصمیم کشتی مورم نداشتم. خب دیگه یک برادرک خوردم یکی دو سال پیش. بله. اونا کشتی مور کردن، همیشه مرا میگفتن شیخ قاید کم کم ضرورت داره، برو که موی زیاد داری. من اصلا بر تفریح آمده بودم ترکیه، باز تصادفی دیگه وقتی که گفتم بیا انجینیر صاحب از کلینیک اشاره که دیدم و از نزدیک علاقه من شدم، گفتم بیا این همی پروسیجر سپری میکنم. بله خب بسیار خوب، بازم تبریک باشم. تشکر تشکر. انشالله 5-6 ماه بعد شاید چیکاکولایی بزنین. راستش که داشتم اما اون وقت مقدر زیاد توجه نداشتم. خالی همه در یک اندازه خوب است دیگه که سر آدم بلج نباشه. خوب است بله. بله بله. استایل از گپ از اومد. بله بله. تشکر. خوب ایدر، من زیاد مزایم هم نمیشم گپ زدن، هم فکر میکنم در اطور یک شرایط مناسب نیست، فقط همین راز بازوار رو بگو بر ما دیگه، ما کار نداریم. چون ورزش میکنم، ورزش زمان صحت و سلامت انسان باشه. این ورزش های ماینه گرنگ رنگ که بالا و پایین میکنن. بله. زیباین. از دوره افغانستان یا؟ چون در افغانستان ورزش میکنن. بله. در افغانستان ورزش میکنن. خب خوش شدیم عزیزتان. اگر کابل آمدین میمان ما شدیم. قربان تن زنده. در غیر از او خیجه کل ما میمان هستیم. بله. بله. سلامت باشین شما. شما امروی ما گپ بزنین. بیاین که معرفی شویم. من اولی بیادر ما را که دیدم، من گفتم حتما ترک است. پس آن دیدم امروی من سلام علیکی کردن، فارسی صحبت کردن و برام خیلی جالب بود و ترکی هم خوب میفهمین. بله، اسم احمد ولی است. انشالله که همه هماتن هم خوب باشن. تقریبا مدت 5 سال میشه که در ترکیه هستم امروی مادر جان. خب همیشه زندگی میکنم. بله. خیلی سعیز بیادر، من گفتم خیلی امروی لالایت از فرانسه آمدی. نه خیلی نه، لالایم هم دیگه تقریبا بعد از 8 سال بعد میبینم. 8 سال بعد. بله. 8 سال بعد دیگه به قول امی چی میگن همسایه ما ایرانیا کوچولو بودین شما. تصادفاً باز من خورد خانم هستم. پس کرکی. پس کرکی به یک حساب. نازدانه. بله. نازدانه. بس سعیز دیگه. سعیز بیادر. خب مصروف چی کار بارستین استانبول؟ فعلا اینجا به شکل فریلانس هم هستم و همچنان در یک مرکز کار میکنم، مرکز تجارتی است ولی به شکل هیومن ریسورس میگن که منیج میکنم، مثلا معاشها را منیج میکنم. خوب. چقدر باید خوراکی هایشون برسه، روزانه چقدر مصارفشان میشه و در غیر صورت فریلانسینگ. ولی مین جابم برای فعلا همون هیومن ریسورس است. در پولیش باز من فریلانسینگ هم دارم. خب بله. پس شما لالایتان اینجا آوردین؟ بله. چون بلد بودید؟ بله. خب بسیار تشکر از شما. سلام بخیر باشین. فقط خواستم امرایتان ما معرفی شوم و مردم هم معرفی شوم. انشالله همه جور صحتمند باشن دیگه. خلاص خوشحال شدیم از شما. همچنان سلامت باشین. سلام و اکی ما رو اینجا هست. سلام به شما. صحت مبارک شما. زیاد خوش آمدین در استانبول. بسیار زیاد خوش آمدین. خواهش میکنم. این درخت کریسمس هم هست. آخ سلیقه انجینر صاحب از سلیقه انجینر صاحب هست. اینا رو من میترسم اگر بگویم سال نوتان مبارک، باز یک فلسفه وجود داره نه در کشور ما که میگن این درست نیست.
مسائل مذهبی اینی گپ ها مجبور هستم من هیچ چیز نمیگم این حاله فقط نو... میتونم بگویم که اینمی درخت مبارک سال نو 2024 فقط ما هم خبر بگویم یک شگون نیک بگیریم بله بر تمام دنیا بر تمام مردم خصوصا دنیا. برای مردم های خود ما اینمی چهار اطراف ما چه افغانستان از ایران از پاکستان از تاجیکستان از اینجا یک سال نیک باشه خود ما و همسایه ما آرام باشیم بله بعد از او اگر شد دیگه جای ما آرام باشه اگر نه ما اول آرام باشیم کل دنیا کل مردم آرام باشه در مجموع تشکر ما داریم هم به این شکل فکر میکنم شما هم کم کم تصمیم دارین که دوباره جوان شوین والا تصمیمم خود دارم تصمیمم دارم اونتا ما به پایوزی شفیق جان آمدیم از کانادا آمدن دیگه ما امرشان از دوستا هستن از دوستا هستن برادرشان هم خاله جان آمده بودن همینجا آمده بودن پیش اینج نفس دیگه به خاطر کشتموی باز خودشان هم آمدن حتما برادرشان راضی بوده که از این پروسه کشتموی خودشان هم آمدن انشاءالله یعنی یک مشتری داشتن یک کس دگام اینجا آمد بله آمده بالاخره از کلینیک خوش هستین خیلی بله بله نه اگر کدام گپ هست یک کمک بگوین برای ما نه چی گپ میخوشده اصلا نیست اگر کس ناراضی است یا نه والا ما خود کشتموی تجربه نکردیم ولی دوستایی که آمدن خود راضی هستن از ما یک دمی سال بهار همین سال گذشته بچه همیم از انگلستان آمده بود و هم همیشه آمده بود و او هم حال که پرسانش میکنم میگم چطور است مویا میگم یکی در حساب کاکل برابر شده خب خودتان هم گفتین تصمیم داریم تصمیم خود دارم تا شاید یک مدت بعد یک کس آمده بود یک کشورش نام نمیگیرم خودش شوهرش و طفلکایش آمده بود از این وطن دارای ما و شما بود باز شوهرش دندانای خود جور کرد چری گندمیام داشت دندانای سفید سفید این مردکه یک دفعه جوان شد خب ما ایره تشویق کردیم گفتیم لالا فلانی خیلی بگم یا لو وقتش هست همی سرت هم موی کشت کو اگر موی کشت کنی چی یک چیز شوی این زن دید که با این دندان ها اینقدر جذاب شده شوارش گو ولی من ایشوی از دست میتونم ایر تشویق نکنه این سر خدا جور نکنه موی یکی جور کنه که بیخی جوان تر بیخی جوان به چقدر خریدار پیدا کنه حتما خوش شدیم از دندان سلامت باشید شما زنده باشین و دوتا مشتری دیگام هستن اینجا من امرویشون گرب زدن نمیتونم شما ترجمه نمیتونید بر ما؟ نه شما ترجمه نمیتونید خب ما هم نمیفهم غیر از امی yes, no. شما میتونید ترجمه بکنید بر ما؟ انگلیسی گپ میزنن خیلی ترکی گپ میزنن نه انگلیسی حرف میزنه میگه که خیلی کم میتونم ترکی حرف بزنه کم ترکی میتونن گپ بزنن؟ اما فقط همین قدر بگوین برشان که شما بسیار مقبول هسته You are so beautiful Thank you Thank you واقعا باورم کردن خب بگوین از کجا هستن چطور آمدن اینجا Where are you from? I'm from Mali Malian Africa Yeah, Africa, West Africa چقدر وقت میشه اینجا هستن؟ ترکیه Like what I'm studying in Turkey? What I'm doing there? No, no, no Okay How long you live in here? 4 years ago. Yeah, 4 years. You came here? Yeah. Oh, یعنی 4 سال پیش این آمدن. کم کم انگلیسی ما هم بد نیست مقصد. اما مشکلی است وقتی که یک 4 نفر باشم از زیاد زیر تاثیر میام. همون گپای درست من باز اشتباه گپ میدارم. خب, why you come here? I'm here for study. For study? Yeah, studying. To Istanbul? Yeah, to Istanbul. Okay. خود ای کلینیک چی میکنن؟ بر پی آر پی آمدن گفتین؟ بله من باشون صحبت کردم گفتن که برای پی آر پی آمدن میتونین که مایه نه خیلی خاصه برای اینکه جون بگیره برای اینکه تقویت بشه پی آر پی رو انتخاب کردن از این کلینیک خیلی خوششون اومده تو سوشال مدیا پیدا کردن اینجا رو بعد گفتن که اومدن که امتحان کنن و راضی بودن آرستی بسیار معذرت میخوایم اول خیلی ناره گفتم مقبول هستین شما مقبول هستین خیلی ممنون که باز خفه نشین نه آزرده نشین بدون شک شما از ایران هستین بله من از ایران اومدم از کدام شهر سفدا اینجا دانشجو هستم از اردبیل اومدم تقریبا 4 سال اینجا زندگی میکنم ایران میرم میام بعد مسئله زیبایی میدیم برای خانم ایران خیلی مهمه خود بخش زیبایی کارم میکنین تقریبا یه چند جایی شده کار میکنم و توسط دوست افغان عزیزم با این کلینیک آشنا شدم خیلی خوشحالم چند باری پی آر پی انجام دادم نتیجه خیلی خوبی داشت موهام جون گرفته
این زیبایی مویایتان خیلی جادویی همینجاست؟ بله، تقریبا میشه گفت از همینجاست. بعد بار چندم همی که دارم میام اینجا خیلی ازشون راضیه. راضی هستین؟ من میتونم اون طرف بشینم؟ بله. شما خسته نمیشین من کم دیگه من برایشون صحبت بکنم؟ ما و شما مشترکات زیاد داریم، قبول دارین؟ بله. افغانا و ایرانیا؟ ایرانیا. از این مشترکات یک چند تاش میشه نام بگیرین شما؟ چه چیزا مشابه است، نزدیکی داره با هم؟ غذاهای مشابه خیلی داریم. بله. دوست افغان من وقتی غذا میپزه من قابلی افغانی خوردین؟ نمیدونم اسمشونو ولی اکثر غذاشونو خوردم. یه غذایی هست خمیر ماننده، اونو خیلی دوست دارم. من تو؟ نه فکر کنم بولانی؟ بولانی. آره بولانی. بولانی امون چوچهش باز آشک میشه چوچهگک کشنه؟ نمیدونم خیلی دقیق بلد نیستم. غذای مشترک داریم، زبان مشترک داریم، شعرهایی که خونده میشه، آهنگای مشترک داریم، تقریبا خیلی چیزای مشترک داریم. اسمای مشترک داریم؟ بله اسمای مشترک. اسم شما چی هست؟ سفدا. سفدا. من قسمت آذری نشین ایران زندگی میکنم، برای همین اسمم آذریه. با زبانتون چی هست اونجا؟ زبان آذری صحبت میکنیم. آذری. ولی توی دانشگاه و اداره و مدرسه از زبان فارسی استفاده میکنیم که زبان اصلی کشورمونه. با چه تعداد افغانا آشنایی دارین شما؟ خب من افتخار آشنایی خیلی زیادی نداشتم. دو سه تا دوست دارم که توی ترکیه آشنا شدم و عاشقشون شدم. خیلی انسانای صاف، صادق، مهربون، پاک دل و خوبی هستن. الان دو تا دوست صمیمی دارم که افغانن، یکیشون همینجا اینجا زندگی میکنه، یکیشون هم توی ایرانن. خیلی فرهنگشون به ما نزدیکه. آدمای خوبی هستن. خوشحالم از آشنایی با همه دوستا. دوست دارین افغانستان برید؟ راستش رو بگم نه. میترسین؟ آره از طالبان میترسم. در مورد طالبان بر شما چی گفتن که میترسین؟ والا چیز خاصی نگفتن ولی میترسم. خب امتحان نکردم تا حالا، فکری راجع به این چیز نداشتم. دلیلش هم نمیفهمین هنوز که چرا میترسین. آره یه چیزی توی ناخودآگاهی هست که آدم میترسه. ایران که میری نمیترسین؟ نه نمیترسم چون ایران به دنیا اومده. بانو سفدا بسیار زیاد تشکر از شما. این کلینیک ها مربوط افغان ها میشه، شما خودتان میفهمین. بله 100% من خودم متوجهم. بعد خیلی خوشحالم، خیلی هم راضیم از این کلینیک. وقتی شما گفتین بولانی بسیار دوست داره، نه کاش یک روز شما کابل باشین که روی جاده ها هر طرف که شما برین دست فروش هایی هست که اونجا بولانی میپزن اینا. بله. بولانی های گونگونه وجود داره. شما یک چیز را ما کدو میگم، شما کدو میشناسین؟ بله میشناسم. بولانی کدو اگر شما بخورین خیلی زیاد خوشمزه است. امیدوارم. بولانی کچالو، کچالو را شما کچالو میگین؟ نه نه کچالو نمیدونم. سیب زمینی میگین شما؟ سیب زمینی. آها. خب سیب درختی اوست که ما میگیم سیب زمینی. سیب زمینی، سیب زمینی دیگه. پاتاتس. خب اون سیبایی که در درخت هست اون چی میگین شما؟ سیب. خب اون سیب است اما این سیب زمینی. سیب زمینی. اما اون سیب خام خورده میشه، این سیب پخته میشه. تا بکنه خیلی جالب است. یکی از شعرهایی را که آوازخانه افغانستان هم خوانده باشه و ایران هم خوانده باشه، یعنی مشترک باشه، به یادتان نیست؟ الان از بعد از حافظ چه یاد یادتان است؟ آره حافظ خیلی میخونه ولی من کلا حافظه خیلی کوتاهی دارم و هیچ کدوم از شعرها رو به خال اوندویش نمیدونه. بس اینطور نیست؟ نه نه نه. البته یادم هم رفتم یا زیر تاثیر آمدم اگر نیمه میگفتم. نه من شعر حفظ نمی کنم ولی شعر خیلی دوست دارم. خواننده مشترک تو افغان و ایران هم خیلی هست که آهنگای مشترک خونده باشن. متاسفانه الان حضور ذهن ندارم. آوازخوان افغان را نامش را میتونین بگیرین؟ میشناسین کس را؟ نه من آهنگ بانوان افغانی رو گوش میدم ولی اسمشون خیلی بلد نیستم. حداقل اون شعرش را میفهمین کدام آهنگ شنیدین؟ آره یه آهنگی بود خیلی الان یادم نیست. دوستم باید کمک کنه تا به ذهنم بیاد چون من همیشه آهنگای دوستم. کمکش کنین بگوین. بانو سفدا بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنم. اگر شما حاضر بودین حتما یک روز دیگه یک برنامه دیگه هم همراه شما میداشته باشیم ویژه. امروز فقط آمدیم که از یک کلینیک دیدن بکنیم. خیلی عالیه. تا بکی حتما میخوام که مهمون شما باشم. خیلی دوست داشتم مصاحبه رو. سلامت باشین. دکتر خانم چی نام دارن؟
مریم. مریم؟ اینا مسلمان هستن؟ بله. آفرین. پس بسیار خوب. تشکر از شما. از مریم جانم تشکری بکنین. Thank you too. دوستان عزیز، به بخش اخیر گزارش امشب ما خوش آمدید. در این بخش میریم روی سوالات. سوالات هم پنج سوالات ساده است. برجان کنار ما هستن و ما میکنیم احساس منی است که همیشه جوان ها و خوصاً کسایی که از خود ما هستن اینا در هر جایی هستن اینا ما باید کمک کنیم. من فقط کمک می کنم، بیانی گزارش تهیه می کنم، اینا را معرفی می کنم برای مردم اینا چون این کار انجام می کنم. باری جان، دفعه قبل ما آمده با این گزارش ساخته بودم از کلینیک شما. بله. شما تنها در بخش کاشت موی کار می کنید. بله. برنامه من که نشه شد، شمای تلیکون آدرس را نشه شد از طریق برنامه من. بله. مراجعین داشتیم؟ بله بله، از افغانه ما بسیاری از جرمنی، از انگلستان، از امریکا، از سویدن، بعضی هم از استرالیا حتی تماس گرفتن به خاطر کاشت ما. خوالی کاشت ما کدام سوالات دیگه اگر نداشته باشن ما همیشه هم باشن هم کاری کردیم. یعنی اینجا کسی دیگه نمیشناختن در ترکیه. وقتی اینجا آمدن سوال دیگه غیر است بخش ما بوده، ما همراهشون همکاری همیشه انجام دادیم. خیلی خوب. یک خود تبریک میگم بار دیگر این که شما از کلیتی پارو شدید. سلامت باشید. و پیش از اینکه شما دو هفته مانده که شما بخش دندان رو فعال کنید. بله. کل امکاناتش فراهم کردن، فقط یک جواز نگرفته بودید. بله بله. که دو هفته بعد جواز هم برشون میدن و دکتر هم بسید از فرمیل هست. بله. اونا میان شما را دو بخش گذیبات بر مردم. بله. و بخش هایی که خود ما احساس میکنیم که این کار را به بهترین وجهش انجام داده میتونیم. مثلا؟ بله. مثلا کاشت ما و دندان را وقتی که حاکمیت داریم. بله. اما دکترهای با تجربه وقتی که میبینیم که میتونم انجام بدن ما اینجا با او کار میکنیم. اگر یک روز کسی شکایت بکنه در بخش دندان و اهل موی به ما چی کنیم باز؟ ما مطمئن هستم کسایی که قبل از زیان به خاطر کاشت ما آمدن مطمئن ما را میبینم. اگر با شکایت داشته باشم میتونم که در کامنت ها بنویسم که ما نظر از تجارب خود میتونم دونجا نوشته کنم خوب یا خراب از نظر با او مردم میتونم که بگیم. بسیار خوب. دوستا، اگر من خوب گزارش آمدم ساختم، اگر شما شکایت از این جدار این لطفا کامنت بکنیم برای ما تا اگر کار درست نکردن دیگر را بازن بیانیم اینجا و بفهمن مردم که اینا کار درست انجام نمیتن، خدمات درست عرضه کردن نمیتونن به خاطر مردم رو. اگر واقعا شما از اینجا راضی هستین حتما کامنت بکنین تا دیگر مردم هم تشویق شن بیان به اینجا. خب بسیار خوب. ایناله، شما در بخش دندان و موی که خدمت میکنین مردم عرضه خدمات دارین، چه امکانات دیگه دارین؟ هتل دارین؟ کسی که تا میدان هوایی میاید برای اون موتر روان میکنین دوباره پس میگن اونا را میتونین رسانده؟ وقتی که شخص درباره کاشت ما یا بخاطر امپلانت دندان فکر میکنن، از اون وقتی که از کشورشان حرکت کردن آمدن در استانبول، تمام چیزشان و ما اینجا برشان ارگانایز میکنیم. از میدان هوایی موتر میگیرن نشانه، هتل میبرن، هتل اگر استاره میباشه
اگر چای صبح نداشته باشه اینجا روزمره در هر جای کارشان بوده و کلینیک دندان اینجا که هست یا کاشتمان اینجا میارن اگر دوباره پس میبرن همونطور و تحقیب شما ترجمان هم همیشه اولشان بعد از اینکه دوباره پس رفتن هم تحقیب نداشته باشن یعنی وقتی که یک نفر میخواید به ترکیه بیان ضرورت به این نمیداشته باشن که به کدام جای دیگه به خاطر اوتل یا به خاطر موتل مراجعه کنن مگر همین کل کار بکنید همین مریضی که اینجا میاد به نظر من همین کارش خلاص میشه خوب یک قابل پلاو تیل پلاو زغل پلاو ندید سعی نیست اتالا یکی چیز است و خودشان انتخاب کرده میتونم ما برشان بگیم یکی از اتالا پیشان و رستورانت های افغانی هم دارن خوب بلا که میتونم اینجا مثلا برم شکم کنه چرب کنم نوشتی کنم این حالا یکی که دیگه هم پیش سوال پیش مردم پیدا میشه که خودت از پیلوتی فارغ شدی؟ بله و اینا رو در بخش موی و دندان فعالیت میکنی بله کدامش در خودت انتخاب میکنی؟ حالا در کجا؟ در بخش موی کار میکنی؟ در بخش دندان کار میکنی؟ دوا بالا میشه؟ پیلوت میشه؟ این فوق من این کار رو در شروع وقتی که آمده بودم از بسیار وقت از ترجمانی شروع کردم بعد از اون با یک جای دیگر کار کردیم تاکیو و اینجا رو ساختیم و پیلوتی یک کار مسلکی ماست یعنی وقتی که من یک دوکان باز کنم یا کلینیک باز کنم من صاحب مسلک نمیشم اما وقتی که پیلوتی را خواندیم و ختم کردیم هنر ما عمومی باشه فرق هم بینشان همی است من پروازهای هفته درست نهایتش 3 روز نباشم خیلی از اون هم میجه نباشم بسیار خوب شما پرکتیب تان مونده درست؟ کار عملی تان؟ کار عملی ما خلاص شد ولی پروازهای تان باستر چی هست؟ پروازهای ما فعلا فقط امی است که ما تا به یک شرکت داخل میشیم باید از هر چند وقت ما باید یک پرواز کنیم که ما رفرش شده برای ما چیزی را از فراموش نکنیم و شما با شرکت های خصوصی هوایی کار میکنید؟ بله بله تو آرزو داریم که با شرکت هایی که در افغانستان است کار بکنیم شما پرواز به افغانستان داشته باشیم؟ حتما پرواز داشتن به افغانستان داریم اما شرکت های افغانستان که نباشه با جایی که مثلا پرواز میکنن بسیار لیمیتد نباشه جای خاص نباشن اما در کشورهای خارجی وقتی شما در شرکت های خارجی کار میکنین بازوها به جای بیشتر میرن تجارب بیشتر کسب کرده میتونیم بسیار خوب بالاخره میخواییم با یک شرکت خارجی فعلا قرارداد بکنیم خب ما بعد مسلک خود وقتی که انتخاب کردم به خاطر کدام شرکت خاص انتخاب نکردم یعنی برای ما شرکت که در افغانستان باشه شرکت که در اینجا باشه فرق نمیکنه من فقط به سن سالی که هستم میخوام تجربه بیشتر و بیشتر داشته باشم بسیار خوب در جریان صحبت کردن شکای توجه ما را جلب کرد خودتان دو سال بعد ضرورت داری که موی بکاری والا ببینیم اگر پیلوتی سختی که داره رفت بعد من میره زدیم اگر فشار آمد اگر فشار آمد خب اینو به بیدر کلینیک کاشت موی جور کنیم بله پیلوتی را خلاص کنیم بله اینه در کلینیک تان بخش دندان را مضافه کردیم بله دیگه چی مانده؟ دیگه فقط از این کار را که میکنیم خوبتر و بهترتر شده خب این خوشت که دیگه بخش کار میکنیم حالا اصل گفت مانده دیگه نه؟ ما میفهم که سوال دارم کجا میره از خاطر چوش نشته بگی دیگه که باز کشتت پسی نمیشه مثل مواره خراب میشه حالا فعلا وقت هر است بعد میگم اینه میان وقت شده یک زنت باید این دفعه کامدی ما خبر شدیم شما فارغ شدیم دفعه دیگه بیاییم بگویم که نامزد شد یک دفعه دیگه که بیاییم بگویم که الان عروسیست و از سن ما خود او هم وقت داره حالا نمی که خورد هستم حالا خیلی هم دیگه هم اگه خورد هست به نظر من باید تجربه زندگی داشته باشیم تجربه کاری داشته باشیم او بده تجربه رو بان تجربه پیدا میشه سنت که رفت بازن پیدا نمیشه خب باز نظر من سن 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 پیدا میشه بازو زمان پیدا نمیشه خب با مادر جان اگه بخواد چیز کریم اینه من گفتم شده خلاص شد از سایت برنامه میبینم و خاطر که ما خود دیدیم بینال ما از تجربه مبارده یا سن میگیم تجربه شما اگه که شما بر ما بگیم یا مک مثل هماس نباشه ما حتما از اون برای ما میگفتن ما قبول نمیکردیم او درس بخوانم او پیسه پیدا کنم او کار کنم او سفر کنم یک بار دیدیم که او زندگی مانند ایست که
میگه زندگی مانند آب روان است. آب که رفت دوباره در اون مسیر بر نمیگرده. اگر برگرده آب در اون حالت خود نمیماند. خب باره جان، یک بار دیگه موفقیت تو نبرتم. تبریک میگیم. شماره تلفن دوستا هست. این کسایی که در بخش کاشت مایی و در بخش دندان نیاز دارن، باره جان یکی از جوانای تحصیل کرده افغان مقیم استانبول در خدمت شماست. بار دیگه براتون تکرار میکنم، اگر شما مشکل از اینا می داشته باشین، فکر میکنین که عرضه خدمات خوب ندارن، بعد من پیام بکنین در صفحه اینستاگرام که در چنل یوتیوب ما، در صفحه فیسبوک ها ایمیل بکنین، ایمیل آدرس ما در اونجا رو برای خودشان کامنت بکنین، در پایین می گذارش کامنت بکنین تا مردم بدانن. اگر فکر میکنین یا شما آمدین تجربه داشتن خدمات از اینا را دارین، همچنان بنویسیم تا دیگر مردم هم تشویق شون و به اینجا بیاین، پیسه بیگانه نشون. بعد گفتم اگر گفتنی داریم بگوییم برای ما در خدمتتان هست، در غیر از او خدا حافظی میکنیم. از کومنت های خوبشان پیش از پیش تشکر میکنیم. اگر کومنت های انتقادی هم میداشته باشن بالای چشم ما، هر کس از هر جانب میبینه، جانبی که مثلا ما خالیگاه دیده میبینه، ما حتما او را پر میکنیم و از کدام خفگی یا کدام چیزی نمیم باشه، از کومنتی که میباشه ما در خدمت شما هستیم. بسیار تشکر. عزیزان گرامی، تا فردا شب هر کدام تان را فردا شب نمی که آمد استانبول هستم، یکان نفر با من پیام میکنه و بیدر چند روز بسه هیچ برنامه نداری، خوب غرق ساتلی و مسیر و چکر هستی، اما خدا شاید است که ما اینجا بیخی غمدرون شدیم. هر چهار تخفل وطن کشمیر، هر کس وطن خودش، او آرامش که در وطن و خانه خودت داری هیچ جای دیگه نیست. ما هیچ کار به خاطر کار آمدیم، از بارجان گزارش ساختیم، چند جای دیگه تصمیم از گزارش بسادیم، این گزارش ها خلاش ها پس پرواز میکنیم به این به کار بکنیم. تا فردا میکنیم.